درود بر شما باد. در شرایط کنونی یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی با یک دست کردن قدرت، یعنی الان دیگه قالیباف رئیسی، خامنه‌ای، جنتی که در اصل اینها مسئولین حاکمن، خامنه ای دارای ولایت مطلقه است، یعنی قدرت مطلقه و غیر محدود و غیر پاسخگوست. جنتی رئیس خبرگان رهبری، رئیس شورای نگهبان، دو نهاد قدرتمند. قالیباف رئیس مجلس رژیم، رئیسی رئیس دولت رژیم. بنابراین قدرت یک دسته دیگه. اینا نمیتونن بگن مثلا اصلاح طلب ها اومدن، نمیدونم غربگره ها اومدن. او اینکه الان هم وقتی که میخوان توجیه کنن عدم کاراییشون رو، به ویژه که یک سال از انتصاب رئیسی هم گذشت، میگن که انقدر خرابی ها زیاده که مگر ما میتونیم به این راحتی درست کنیم. حالا قبلا میگفتم که هر وقتی که کم میووردن، که همیشه هم کم میووردن، میگفتن که بله این رژیم گذشته، رژیم طاغوت، نمیدونم ستم شاهی، انقدر ویرانی به بار آورده که مگر می شود به همین راحتی درستش کرد. خب حالا 42-43 سال گذشته، دیگه روشون نمیشه اینو بگن. یه زمانی هم میگفتن جنگ بوده، جنگ 8 سال جنگ، خرابی های ناشی از جنگ، نمیدونم تبعیض های ناشی از زمان شاه، مگر می شود به این راحتی درست کرد؟ یه مقداری که فاصله گرفتیم، 43 سال که از رژیم پیشین فاصله گرفتیم، یه 20 و چند سال هم هست که از جنگ فاصله گرفتیم، اینا دیگه حالا روشون نمیشه اون حرفا رو بزنن، خجالت میکشن یه کمی. الان میگن که دولت روحانی و دولت‌های قبلی اونقدر ویرانی ایجاد کردن، مگر میشود به این راحتی درست کرد؟ خب این رئیسی رو که میخواستن بیارن، میگفتن ما سالی 1 میلیون مسکن درست میکنیم، سالی 1 میلیون شغل ایجاد میکنیم، نمیدونم سفره مردم رو چنین و چنان میکنیم. الان بیش از 1 سال گذشت، نه تنها هیچ کاری نکردم، بلکه به بهانه یا به نام جراحی اقتصادی، سیاست گرانسازی رو تا آنجایی که دونستن پیش برد. و امروز مردم ایران به لحاظ معیشت و اقتصاد در بدترین شرایط از جنگ جهانی دوم تا کنون رو به سر میبرن. ما شنیدیم در جنگ دوم جهانی وقتی که قوای روس و انگلیس به ایران تجاوز کردند و ایران رو اشغال کردند، به دلیل اینکه سربازاشون رو ریختن توی مملکت، در این مملکت قحطی ایجاد شد، بسیاری به لحاظ به دلیل گرسنگی مردن. خب دوره‌ای بود و تمام شد. حال شما وقتی که نگاه میکنید، میبینید از اون زمانی که ما فقط گزارش‌هاش رو شنیدیم تا امروز، بدترین شرایط اقتصادی الان به مردم ایران تحمیل شد. بنا به گزارش‌های خودشون، یک کارگر سالی فقط 3 کیلو گوشت میتونه استفاده کنه. 3 کیلو. این از شاخصه‌های رفاه و اقتصادشونه. وضع لبنیات و وضع برنج و وضع سیفیجات و وضع نمیدونم همه این چیزهایی رو که دارید میبینید، قیمت میوه، قیمت کرای خانه به ویژه، همه سر به فلک کشیده است. کسی دیگه نمیتونه چیزی بخره. خانواده ها بیان 2 تا سیب زمینی میخرن اگر بتونن، 1-2 تا تخم مرغ هم اضافه میکنن. این الان شده قوت لایموت بخش بزرگی از جامعه ایران.
اینا وعده داده بودن که با آوردن رئیسی و یک دست کردن قدرت ایران را گلستان میکنن. همش فریب بود، همش دروغ بود و میدونستم که دروغه. خب این شرایطی است که الان بر مردم ایران تحمیل کردن. 7-8-10 روز هم به اسم محرم شروع کردن سر و صدا ایجاد کردن و من متاسفم این رو بگم، بخش بزرگی از مردم به هوای نظری مجبور شدن این 7-8-10 روز بالاخره یه جوری برن و این نظری ها رو بگیرن، یه کمی زندگی خودشون رو بگذرن. یعنی این شده وضع اقتصاد ما و وضع مذهب ما. جالبه ببینید وقتی که وضع خراب میشه دیگه فقط یه جاش خراب نمیشه، یه جاش ویران نمیشه، همه چیزش با هم ویران میشه. اون داستانی که اینها میگن که اسلام در محرم و سفر هست، یعنی حیات اسلام در محرم و سفره، یعنی در عزاداریه، یعنی در این مراسم هست، شما نگاه کنید. اگر راست بگن میگن که حسین ابن علی برای آزادگی و برای سلامت و برای درستی رفت جنگ کرد. حالا خب همه میدونیم که به هر حال یزید حاکم بود. حالا یزید که حاکم بود، من نمیدونم این یزید حاکم آیا نماز نمیخون؟ یزید نماز که میخون. یزید اسلام پناه که بود، حاکم اسلامی که بود، خلیفه اسلامی که بود، این آخونده البته میگن که شراب میخورد. خب اینا که دروغ میگن، اینا دروغ زیاد میگن. مگر میشه یک کسی خلیفه اسلامی تو دوره اول باشه شراب بخوره؟ حالا یزید هرچی بود حاکمه یا خلیفه اینها بود. حسین ابن علی هم وقتی که داشت در مکه بود، داشت حج مراسم حج انجام میداد، براش نامه نوشتن از کوفه. کوفه هم مقر حکومت پدر حسین بود. گفتن مردم کوفه تو رو میخوان، برای اینکه قانون خلیفه اسلامی این بود وقتی که میومد همه باید باش بیعت میکردن با خلیفه جدید. حالا چه ابوبکر بود، چه عمر بود، چه عثمان بود، چه علی بود، چه معاویه بود، چه حسین، چه حسن ابن علی بود، چه یزید بود، اینا کسایی بودن که خلافت کردن تو اون دوره. دو سه تن گفتن ما بیعت نمی کنیم، یکی از اونها حسین ابن علی بود، به هر دلیل بیعت نکرد. بیعت هم اون وقت الزامی بود، بیعت نکرد. حالا وقتی که بیعت نکرد، یا بایستی که بیعت می کرد یا بایست می جنگید، می زدنش، می کشتنش. به هر دلیل در دوران اون چیز که خودشون میگن روایت می کنن، در مکه داشت زیارت می کرد، حج رو انجام می داد، بهش نامه نوشتن 12,000 نفر از کوفه، گفتن ما تو رو میخوایم، ما یزید رو نمیخوایم، ما میخوایم با تو بیعت کنیم. خب الان حسین هم به حساب این که بره اونجا حکومت تشکیل بده و باش بیعت کنن و حاکم بشه را افتاد و بعدم اون اتفاقاتی که میدونید آمد و هر آمد جلوش رو گرفت و بعد هم گفتش که معطلش کرد، با هم مذاکره کردن، گفتش که یا باید بیعت کنی یا باید بجنگی. حسین ابن علی هم خب دیگه به هر حال نامردی کرده بودن در حقش. کوفیا ابن زیاد رفته بود اونجا سرکوب کرده بود، همه رو بگیر و ببند کرده بود، مثل بعد هزار، مثل الان رژیم فعلی نه، البته اینا خیلی بدتر هم. اینا 1000 درجه بدتر از اون چیزایی هم که میگن یزید انجام داد و ابن زیاد انجام داد. بنابر گزارش های خودشون ابن زیاد آمد و سرکوب کرد و حتی سفیر حسین رو کشت، مسلم رو. خبر به حسین رسید که اینجور شده، حسین هم دیگه راهی نداشت. حر ابن ریاهی هم آمد جلوش رو گرفت، جلوی لشکرش رو گرفت. حسین یا باید می جنگید یا باید تسلیم می شود، یا باید می جنگید یا باید بیعت می کرد. گفتش که حالا که اینجوری شده بذاری تا برگردن. گفتن نه، راهی برگشت نداری، تو شورشی هستی، از دید خلافت و شورشی بود، تو یک شورشی هستی، طغیان کردی، یا بایستی که بیعت کنی یا باید بجنگی. گفت نه، من بیعت کنم، وای میزم بجنگم. خب
حسین برای عقیده خودش، حالا اگر تشکیل حکومت بود، گرفتن خلافت بود، مخالفت با یزید بود، به هر حال جنگ و نزاهایی هم از قبل داشتن، اینا با همدیگه عموزاده بودن، این جنگ و نزاها از اول شروع شده بود، به هر حال به هر دلیل این اتفاق افتاد و حسین کشتش. حالا تویی که آخوندی و ملای هستی و شیعه هستی و عزاداری میکنی و توی سر خودت میزنی 1400 ساله، میگی حسین مظلوم بود، حسین دست تنها بود، چون خب نیروهاش بل کردن رفتن دیگه، خودش مونده، خانواده‌اش و یه تعداد اندکی. میگید حسین برای حق قیام کرد و کشتش، حسین مظلوم بود، حسین آزاده بود، درسته؟ اینا رو خودتون دارید میگید دیگه. آیا تو دستگاه حسین در روز کربلا، در کربلا، در روز عاشورا، آنجوری که خودتون میگید خورشت قیمه و قیمه خورشت فسنجون و عدس پلو و نمیدونم اینا بود؟ این داستانه که به اسم نظری درست کردید، گوسفند سر میبرید و گوشت میدید و غذا میدید و نمیدونم چنین و چنان میکنید، این کجای اون داستانه کربلا؟ من موندم. این که میگم همه چیز با هم، خب آمدید داستان کشته شدن حسین به دلیل بر دلیل رو، مظلومیتش رو، خانوادش که اسیر شدن، همه اینها که همه رو به عنوان یک تراژدی تعریف کردید، در همه مذاهب، فرقه ها، ادیان این تراژدی ها، این رسومات هست، بسیار خوب، حالا در شیعه هم هست، اصلا بحثی هم نداریم، ولی پرسش اینه که از کجا اون قیمه و داستان و اینها اومد؟ مگر توی کربلا اونجا قضا میدادن؟ مگه نظری میدادن؟ مگه پلو چلو میدادن؟ خب چیه داستان؟ چه ربطی به هم داره؟ حالا همه چیزی که قاطی کردید، دین رو که دکون کردید عیب نداره، دین رو دکون کردید دیگه، اینا از این رو واضح تر دکونه دیگه. خب حالا شما 10 روز، من متاسفم اینو بگم، بخش زیادی از جامعه 10 روز برای گرفتن نظری، برای گرفتن غذا، شب و روز تو این کوچه و خیابان و دم این حسینی‌ها و مساجد و تکیه‌ها پرسه زدن. اینم تمام شد، این 10 روز هم گذشت. حالا شما این اقتصادی که بر مردم ایران تحمیل کردید، این شرایط معیشتی که بر مردم تحمیل کردید، این گرانی کرای خانه، گرانی معیشت مردم، وضع کارگر و بازنشسته و اینها رو شما در بر این مملکت حاکم کردید، به چه نتیجه میخواید برسید؟ به کجا میروید چنین شتابان؟ این آن چیزیست که امروز ما در ایران شاهد هستیم و ملاهای حاکم بر ایران هم به هیچ عنوان هیچ توجهی به مسائل مردم ایران ندارن و تازه برای خاموش کردن اعتراضات زنان و دختران و مردان رو اسیر میکنن، به زندان میبرن، زیر فشار و شکنجه قرار میدن تا اونها رو وادار به اعتراف علیه خودشون بکنن، یا اینکه وادار به سکوت بکنن، و یا اینکه بتوانند 4 صباحی با بگیر و ببند به این حکومت ظالمانه خودشون ادامه بدن و اینها روی یزید رو سفید کردن. یزیدی که اینها ما میشناسیم، یزیدیست که ملاها تعریف کردن، حالا واقعا اینجوری بوده یا نبوده من نمیدونم. اون یزیدی که اینها ازش تعریف میکنن و این همه سوگواری میکنن و میگن حیات اسلام هم در عزاداری تاس به اصطلاح محرم و سفر هست، اگر یزیدی به این معنا وجود داشته، اون چیزی که اونها گفتن و میگن امروز از خامنه ای و جنتی و دار دسته حاکم، آیا یزیدتر و بدتر ما داریم با این همه ظلم ستمی که بر مردم ایران حاکم کردن؟ اگر شما خبر دارید به ما هم گزارش کنید.